سلام، با ما همراه باشید با خلاصه خبرهای امروز. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نرخ تورم 12 ماه منتهی به خرداد سال 92 نسبت به مدت مشابه سال قبل را 35.9% اعلام کرد. این گزارش نشان می‌دهد قیمت‌ها در ایران طی یک ماه گذشته رشدی در حدود 2% را تجربه کردند. به گزارش وبسایت بانک مرکزی که امروز منتشر شده، این بانک نرخ تورم اردیبهشت و خرداد سال جاری را به ترتیب 34.9% دانسته است. این در حالی است که مرکز آمار ایران نرخ تورم را بر این دو ماه به ترتیب 31% و 32.6% اعلام کرده است. از سوی دیگر حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران روز گذشته در مجلس شورای اسلامی گفت که کشور با تورمی 42% روبروست. محمود احمدی نژاد که در آخرین روزهای ریاست خود بر دولت ایران به سر می‌برد، در اقدامی بی سابقه دستور داد تا بیش از 43 هزار میلیارد تومان وام برای اشتغالزایی به بانک‌های کشور پرداخت شود. خبرگزاری مهر گزارش داده است که مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کردند قرار است 7 میلیارد تومان نیز توسط بانک‌های خصوصی، 10000 میلیارد تومان از سوی صندوق توسعه ملی و 5000 میلیارد تومان نیز از منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها صرف توسعه اشتغال شود. این در حالی است که در بخش عمده‌ای از دریافت کنندگان تسهیلات قبلی بانکی هنوز نتوانستند اقساط خود را پرداخت کنند. مطالبات معوق بانک‌ها بیش از 70000 میلیارد تومان برآورد شده است. پیش از این در راستای طرح ایجاد و گسترش بنگاه‌های کوچک زود بازده که ضربتی ترین طرح اشتغالزایی دولت در سالهای اخیر بوده، بانک ها ظرف مدت 5 سال تنها 27 هزار میلیارد تومان پرداخت کرده بودند. در همین حال وضعیت اشتغال ایجاد شده توسط این بنگاه ها هنوز در حاله ای از ابهام قرار دارد و دستگاه های مختلف نظارتی کشور گزارش های متعددی از انحراف 25 تا 60% این بنگاه ها منتشر کردند. ده‌ها تن از فعالان گروه صلح سبز صبح امروز در حرکت اعتراضی وارد یک نیروگاه اتمی در تریسکتن در جنوب فرانسه شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این فعالان زیست محیطی خواستار تعطیلی نیروگاه هستند. به گفته گروه صلح سبز، نیروگاه اتمی تریسکتن جزو 5 نیروگاه خطرناک اتمی در فرانسه است. خبرگزاری فرانسه هم گزارش داده است که 12 تن از اعضای گروه صلح سبز 2 ساعت پس از ورود به این نیروگاه بازداشت شدند. یک سخنگوی وزارت کشور فرانسه گفته که فعالان گروه صلح سبز وارد نقاط حساس نیروگاه نشده بودند. روبرتو کالدارولی، سناتور ایتالیایی که به احزاب ضد مهاجرت وابسته است، سیسیل کینیجه، وزیر سیاه‌پوست در کابینه این کشور را به اورانگوتان تشبیه کرد. البته سیل انتقادها از سخنان آقای سناتور او را ناچار به عذرخواهی کرده است. سیسیل کینیجه که اصالتاً از کنگوست، از سال 1983 در ایتالیا زندگی می‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، سناتور کالدارولی معتقد است که سیاست‌های خانم کینیجه باعث تشویق ورود مهاجران غیرقانونی به ایتالیا می شود. کالدارولی که در یکی از شهرهای شمال ایتالیا سخنرانی می کرد، گفته که هر وقت به تصویر خانم کینیجه نگاه می کند، یاد اورانگوتان می افتد. انریکه لتا، نخست وزیر ایتالیا، حمایت کامل خود را از خانم کینیجه اعلام کرده است. و پیگیری مطالبات صنفی، 180 تن از کارگران اخراجی فولاد زاگرس را به خیابان پاستور تهران کشند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، سه شنبه هفته گذشته 235 کارگر کارخانه فولاد زاگرس واقع در استان کردستان به دلیل آنچه از سوی کارفرما ناتوانی مالی و زیانده بودن تولید ذکر می‌شد، اخراج شدند. این کارگران اخراجی که در روزهای 19 و 20 تیر ماه در مقابل اداره کار قروه و استانداری کردستان تجمع کرده بودند، امروز به دلیل دریافت نکردن پاسخی از سوی مسئولان استانی راهی تهران شدند. آنها با تجمع در خیابان پاستور که محل استقرار تعدادی از نهادهای دولتی و حکومتی است، خواستار بازگشایی کارخانه و پرداخت مطالبات معوقه خود شدند. معترضان همچنین از پرداخت نشدن 3 ماه دستمزد و حق بیمه خود خبر دادند. به گفته یکی از کارگران، پس از اخراج هفته گذشته فعالیت کارخانه متوقف شد
شده و در حال حاضر تنها کارکنان اداری در محل کار خود حاضر می شوند. و ممنون از اینکه با این بخش خبری با ما همراه بودید. مشروع خبرها در ساعت 21 به وقت تهران.